اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. از پریشانی وطن میگو، اشک در دیده غمین میسو، وطن آن نیست کش به یادت بود، رفت آن صورت بهارال اندود، تا ولایت به تخت و تاج رسید. اینو تکرار میکنه. وطن آن نیست کش به یادت بود، رفت آن صورت بهار اندود، تا ولایت به تخت و تاج رسید، نوبت مرگ و خون و باج رسید. باسم اسلام دوستها خوردند، آبرویش طبق طبق بردند. وطنی داشتی که زیبا بود، بهترین سرزمین دنیا بود. قاتلان سینه‌اش شکافتند، فرش خونی براش بافتند. وطنت رفت و این ولی آباد حاصل دردناک استبداد. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 26 شهریور 16 سپتامبر، به شما سلام میکنم. این شعر رو چند روز پیشم براتون خوندم. یکی از دوستان گفته بود یه بار دیگه بخون. اون چشم امتثال امر خواهم کرد حتما. روی مهمون عزیز دارم، این روز براتون گفتم اسمشو نهی بردم، چون گفتم اگه اسمشو بیارم خب به جیم که بلد تلفن رو قطع میکنم، من کارهای دیگه میکنم. ولی خب امروز حضورش در برنامه من هست و او رو میبینم. من اولا راجع به این انسان بگم بهتون که خیلی دیده جالب. دو دوره ایشون نماینده مجلس بود از شیراز، شیرازیه. روحیه شیرازی هم که قربونش برم معلوم. این که خسرو بهروزی رفیق من، صفای مطلق، من اصلا شیرازی و اون شیراز رکن‌آبادش و همینطور خیابان زندش، خوابگاه دانشگاه پهلویش، اون آشی که نصف شبا بعد از جشنواره هم میرفتیم تو بازار میخوردیم، حافظیه، سعدیه، بعد اون خانواده زال که همه ماش و سفید بود و هفته هم پسر داشت. شیراز تو همه وجدان ما هست، تخت جمشید هست، اون حضور دلپذیر تاریخ و فرهنگ. بنابراین این آدم که شیرازی خود به خود یه خود تفاوت داره، خورد شیشه نداره، با حال اهل شعره، به خصوص که نواده سعدی هم باشه. حالا بنده دنبال میکردم نوشته هاشو، حرفاشو این برانور و مقایسه میکردم. مثلا فلان کس دو دوره رفت تو مجلس، سه دوره رفت. این برادرزاده خواهرزاده آقای خاتمی هفت دوره رفت. شما از دیوار مجلس صدا شنیدید، از اونم شنید. من سمیدم اون تو چی کار میکرد؟ میخوابید. یه روزم آره برای لوله کشی، مثلا اردکان مثلا برای لوله کشی که از زمینشون بگذره قیمتش بره بالا، یه به فرماندار یه باجی داره مثلا از این کار. ولی خب نماینده هم داشتیم مثل دکتر صادقی در همین دوره اخیر تا اونجا که میشد حرف زد. این دوست عزیز ما هم حرفاشو زده، زندان هم رفته. دیروز من تو برنامه هم گفتم آقای خامنه‌ای فرموده بودن که
در این مملکت همه آزادن حرفشون رو بزنن انتقاد کنن. گفتم بله، حتی اگه دکتر شعله سعدی باشه یه سال میرد زندان برای یه نامه و مصائب و مشکلات دانشگاهشون رو جلوشو میگیرن، جلو وکالتشون رو میگیرن و هزار کاری. به همین دلیل امروز به دکتر قاسم شعله سعدی خوش آمد میگم و کلی حرف دارم باهاش. درود به شما. درود به جناب عالی و درود به ملت غارت شده ایران و تسلیت به خانواده نوید افکاری. آقای دکتر، من سوالی که در اولین سوالم از شما هست، نوید افکاری در واقع به نظر من یه نقطه عطفی شد برای همه، تکلیف همه رو روشن کرد. یعنی من نگاه کردم دیدم که آقای دکتر باوند، شخصیت مورد احترام من، ملی، در روزی که اینو کشتن اومده مقاله نوشته راجبه رابطه ایران امریکا، و بعد آقای تاج‌زاده مثلا خیلی زور زده خواسته که رئیس قوه قضاییه که خودش متهمه یه هیئت درست بکنیم بیان بگن توجیه کنن اعدام ایشون، و جناب آقای دکتر خزعلی هم میان میگن بله آقا آقای ترکمن هم حقش رو یادتون باشه و چاقو کشیده و چاقو درم. من میخوام ببینم دکتر قاسم شعله سعدی در برابر این جنایت که فرزند شیراز و یک همشهری شد که اون لحجه قشنگم تو زندان چقدر اراده داشتیم پهلوان، شما چه کردی و موضع چه بود و چه گفت؟ خب من اولا این اعدام رو محکوم میکنم، برای که وجدان عمومی مردم ایران این رأی رو نپذیرفته و علت هم این است که قوه قضاییه ما اعتماد عمومی رو از دست داده. من در هفته گذشته در تلویزیون در یک مصاحبه اعلان کردم که آمادگی دارم وکالت این بچه ها را، آقای نوید و برادرانش رو، افتخاری و رایگان بپذیرم، حتی هزینه دادرسیش هم از جیب خودم بدم. اما و شماره تلفنم رو هم اعلان کردم که تماس بگیرم. اما از اون روزی که من گفتم این متهم رو معلوم نبود کجا بردم، چون ما به لحاظ قانونی باید خود متهم درخواست کنه و وکالت نامه امضا کنه، کسی دیگه نمیتونه، و لذا از همون وقت هم این را غیب زدن. خود خانوادش هم نمیدونستن کجا هستن تا موقعی که خبر اجرای حکم اعدام رو منتشر شد. من میخوام بگم که همه ما قاتلیم. هم در واقع تئوری دینی این رو میگه و هم تئوری انسانی، هر دو. شما میدونی آقای نوریزاده که در اروپا الان انکار هولوکاست جرمه، در حالی که ممکن یک تاریخدان بخواد پژوهش تاریخی کنه و ببینه واقعا این صحت داشته یا نه، و اگر انکار کنه اون تاریخدان، اون دانشمند، باز مرتکب جرم شده. چرا؟ برای که میخوان بگویند یک ملت در مقابل جنایت سکوت کردند، هیتلر از کاری دلش خواست کرد و با سکوت جامعه روبرو شد، جامعه امروز تاوان سکوت امروزش رو باید ده. کاملا. لذا اگر کسی انکار کرد مرتکب جرم شده، مجازاتش شده. این در واقع تئوری انسانیش. به لحاظ دینی ما آیه قرآن داریم: من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی دیگری رو بجز در جایگاه قصاص یا فساد بکشه، مثل اینکه کل جامعه رو کشته. و در دعای عاشورا داریم که میگیم لعنت خدا به کسانی که اسبت رو زین کردن تا بیان امام حسین رو بکشن. لعنت خدا به اونایی که این مصیبت رو شنیدن و با سکوتشان رضا دادن به اون. لعن الله امتا
سمعت به ذالک و رضیت به. خب برای امام حسین، ولی هی ما میگیم که یا لیتنی کنتو معکه، ای کاش ما اون موقع بودیم در کنار تو امام حسین. اگه اون موقع هم در کنار امام حسین بودیم هیچ غلطی نمی کردیم. حکم اعدام شده بود، دست یزید تو بکشه. توجه داری؟ میخوام بگم همه ما قاتلیم، همه ما یا با سکوتمون یا با همراهیمون سبب شدیم که این نوع آرا صادر بشه و بچه های مردمی که اعتراض کردن بیام اینجوری در واقع به خاک و خون بکشیم. آقای دکتر شویسر، به عنوان یه حقوقدان، ببخشید، به عنوان یه حقوقدان، نوید اون شب آخر داره صحبت میکنه که منو فردا قراره ببرن تهران، ببرن یه زندان دیگه. از نظر قانون و حقوق، حقوق که شما، بندم دانشجوش بودم، درس خوندم در دانشکده حقوق، میخوام ببینم آیا به ما اجازه میده به یک متهمی دروغ بگیم و بگیم ما تو رو فردا میبریم تهران در یه زندان دیگه تا بررسی بشه وضعیت، بعد ببریم صبح اعدامش کنیم. این از نظر اخلاقی رو بذار کنار، از نظر قانون چی میگه قانون؟ از نظر قانون هم این دقیقا خلاف قانون، حتی محکوم به اعدام یک حقوق قانون برش در رسمیت شناخته، باید با خانوادهش دیدار داشته باشه. آخرین دیدار رو باید داشته باشه. وصیت چه باید بکنه اگر وصیتی داره؟ اگر سفارشی داره انجام بده. اینجوری که نیست که بعد بخوشن بعدم ببرن شبانه دفن کنن، اجازه ندن خانوادهش. همش خلاف قانون هست. همه ببینید، یه موقعی دو سال پیش، سه سال پیش، این آقای حسن روحانی راجع به رفع حد سخن گفت از آقای موسوی اینا، صادق لاریجانی که معاونش اختلاس های چند هزار میلیاردی کرده بیخ گوش اون، و دو تئوری هم بیشتر نیست، یا صادق خان هم شریکش بوده و ماسمالی میکرده، یا اینقدر پیاده بوده و ناشی بوده که معاونش این اختلاس های نجومی چند هزار میلیاردی رو میکرد، این آقا حالیش هم نبود. اون وقت قوه قضاییه مملکت رو 10 سال دادن به این آقا. خب ایشون به رئیس جمهور گفت که آقا تو چه کاره ای که راجب رفع هست سخن میگی؟ بنده یه نامه سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی نوشتم، گفتم آقا ایشون هیچ کاره است، ایشون تدارکات چیه در بهترین حاله، ولی تو که همه کاره هستی. این هم اصول قانون اساسی راجب آئین برخورد با متهمین، راجب حقوق متهم، این هم اصول قانون اساسی راجب وظیفه قوه قضاییه که تو رئیسشی، تو چرا وظیفت انجام نمیدی؟ او هیچ کاره از تو کم کاره ای؟ دو تا سوال هم کرده بودم، گفتم اولا برو حسن خانگی چه صیغه ایست و در کدام قانون تعریف شده، و دوم این که نهادهای امنیتی تکی باید مسلط باشن بر سیستم قضایی. آقا اعلام جرم کردن علیه من به خاطر اینکه قانون اساسی رو گفتم و یک سال و نیم قبل بهم دادم. خب گفتم آقا این قانون اساسی اینو میگه، حالا شما دیگه تو تهش بخونید چه خبر هست. اینه که من کیسای مستند دارم بر خلاف صریح قانون افراد رو اعدام کردم. بله، بس متاسفانه چیکار بکنیم؟ ما هم فریاد میزنیم، عرض کنم که برای خودمون پرونده سازی میکنیم. آقای دکتر، فضایی که توی شیراز ایجاد شد بعد از این جنایت، فضا چگونه بود؟ حالا من در تهران که دنبالش هستم، شنیدم بچه ها برنامه هم تدارک دیدم برای شب هفتش. شیراز شما نتونستید منزلشون برید، مادرشون ببینید و من یادگار داشتم میرم، من تو برنامه هم هست که برم شیراز خدمت ایشون برای عرض تسلیت، منتها چون امروز فردا دادگاه دارم در تهران نمیشد که برم، باید دادگاه وظیفه قانونی بود که حضور پیدا کنم و الا تلف میشد از تعهدی که به عنوان وکیل داشتم. ولی نه تنها شیراز، کل کشور ملتهب و عزادار هست. خب و شیراز علاوه بر اینکه عزادار هست، ملتهب هم هست و جدیتر از جاهای دیگه ملتهب هست
و من بارها هم گفتم آقا اصلا کل کشور ما مدت هاست مثل یک بمب ساعتی هست. من نمیدونم چرا مقامات اینقدر بی توجه هستن. البته این حکم اعدامی رو که صادر و اجرا کردن در واقع حکومت در یک مشکل دو سره گرفتار شده بود. از یه طرف پیش بینی میکنه که در ماهای آینده ممکنه 30 میلیون آدم بیرزن تو خیابون‌ها و اعتراض کنن، هم چیزی که از قول حسن روحانی نقد شد یکی دو ماه پیش، و میترسه و لذا میخواد ارعاب بکنه. اینا یه تئوری دارن میگن النصرو به رو، با ارعاب میشه به پیروزی رسید. لذا برای اینکه مثلا مردم رو منصرف کنن از اینکه در ماهای آینده اعتراض کنن و اون اعتراضاتی که در دی ماه 96 و آبان ماه 98 اتفاق افتاد و 27 استان کشور از 31 استان رو در بر گرفته بود، نگرانم که دوباره تکرار بشه، ببینید که وضع اقتصادی به مراتب بدتر از سال قبل و سال 96 هست و زمینه اعتراض کاملا فراهم هست، واقعا مثل یک بمب ساعتی و مثل انبار باروت اون کشور هست. لذا راهی هم جا سرکوب ندارم، چی کار بکنم دیگه؟ خب آقای دکتر، و بنابراین یک راهش این بود که ارعاب بکنن، اعدام کنن تا نشون بدن که قاطعیت دارن و اگر کسی بیاد تو خیابون بعدا اونا رو هم اعدام خواهند کرد. یک مشکل دیگه شون هم این بوده که نه تنها جامعه ملی خودمون بلکه جامعه جهانی درخواست کردن که این حکم رو متوقف کنن، مجبور شدن به اون دومی دهنکجی کنن و این حکم رو در واقع اجرا بکنن، بلکه مردم بترسن در ماهای آینده دیگه از تکرار اعتراضات مثلا صرف نظر کنن. توی این هر دوش برای حکومت هزینه دار بود و دهنکجی به جامعه جهانی و به جامعه ملی ما سبب شد که انزجار و نفرت رو زیاد کردن و عمیق کردن، و لذا اگر جامعه به سمت حالت انفجاری بره اون وقت با یک انزجار و نفرت بیشتر واکنش نشون خواهند داد. به هر حال حکومت الان به یک شرایط اینجوری رسیده و به نظر من حکومت موقعی که به این مرحله میرسه شدت عمل به خرج بده یا نرمش به خرج بده، هر دوش به ضررش تمام میشه. خب اینجاست که باید بپرسیم. نه همینجا سوال من اینه، شما عملا راه رو میبندید، یعنی میگید نرمش به انجام بده به ضررش شدت عمل بزن، پس چه باید بکنه؟ اینجا باید گفت چه باید بکنه. من میخوام بگم آخر خطیم دیگه موقعی که مثلا نرمش میخواد بکنه باید اصلاحی بکنه، زمان اصلاح هم گذشته درست دیگه راهی اینا ندارم. ببینید یکی از دلایلی که آقای خامنه ای سرسختانه در مقابل اصلاحات وایستاده اینه که این نظام الان مثل یک عمارت عظیم شده که الان یه دونه آجرش، یه سنگش، یه خشتش رو بکشن بقیهش فرو میریزه. حتی اگر که دست به ترکیب خود قانون اساسی هم نزنن، یک حداقل یعنی قانون نظارت استثنایی که مصوبه مجلسه، اصلا تو کاری به قانون اساسی هم نداره، همین رو لغو کنن، قوه مجریه و قوه مقننه از دستشون خارج میشه و فروپاشی در واقع قطعی میشه. خب اینه که میخوان یه مجلسی داشته باشن که رئیسش آقای قالیباف باشه که رفته تو شورای عالی امنیت ملی با فحاشی از اونها اجازه تیر گرفته تا دانشجویان مظلوم ما رو بیاد گازنبوری بگیره و در واقع بکشه. حالا کی آقای روحانی هم این کار رو کرد یادتونه؟ آقای روحانی هم اجازه داده. این جالبه، مصطفی معین وزیر آموزش عالی اصلاح طلب، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور اصلاح طلب، آقای روحانی که تکلیف شوشن اصلا توی همون جنبش دانشجوی سال 1378 اومد توی نماز جمعه در خطبه قبل و اینا محاربم. بله من آقا حسن روحانی اینا با محارب. خب لذا ببینید جامعه ما به چه مصیبت هایی الان گرفتار شده است. اون وقت از ترس رئیسی پناه میبره به حسن روحانی. خب یعنی
اینه که خب دکتر خب میگم سیاسی میبینم که به بنبست رسیده کار. نه شما نه. من اینجا به عنوان تحلیلگر به شما نگاه نمیکنم. شما یک فعال سیاسی هستی که ببین تحلیلگر سیاسی منم، ولی شما یه فعال سیاسی هستی که نماد یه جنبشی، یه حرکتی، یه عده الان باهات اومدن در یک مسیر قرار گرفتن. چه برنامه‌ای داری برای نجات که اگر فروری کشت و کشتار نشید، اگر به هم ریخ مورد تعرض قرار نگیریم؟ بذارید من این سوال رو بکنم، شما توضیح بدید که ما چجوری از این مرحله عبور کنیم که نه کشورمون دچار مصیبت بشه، این آقایونم حالا اونی که در یه حد کوچیک پول برداشته بره حال کنه، حالا اونم که خیلی برداشته نصفشو بده به مملکت برگردونه، اگر محاکمه ای هم باشه خیلی عادلانه باشه، داستان آفریقای جنوبی و دزموند توتو بیا تکرار بشه، من اعتراف میکنم بد کردم ولی پشیمانه و دیگه گریبان نگیریم اعدام کنیم. شما راهتون چیه برای این آقای دکتر؟ اجازه بدید من با طرح دو سه تا سوال کلیدی قشنگ راه رو باز کنم. اول سوال من این است که آیا نظام قابل اصلاح هست یا نه؟ خیلی روشنه که جواب منفیه، زیرا هم ساختار قدرت که در قانون اساسی منعکس هست اجازه نمیده، یعنی اصل 177 قانون اساسی که در مورد بازنگری قانون اساسی هست یک شرایطی رو معین کرده که عملا این رو تعلیق به مهاد کرد. یک بل. دو، انعطاف ناپذیری آقای خامنه ای نسبت به این. سه، این که همونطور که عرض کردم نظام به صورت یک ساختمانی در اومده که الان اگر یک خشتش رو بکشن حتی غیر قانون اساسی، فقط اکتفا کنن به نظارت استثبابی رو لغو کردن، بقیهش فرو می‌ریزه. چهارم، این که زمان اصلاحات گذشته، مگه مردم چند مدت فرصت میدن برای اصلاحات؟ از سال 76 رسما کلید خورده، الان 23 ساله، تازه ما به قهقرا رفتیم، حتی یک مجلس مثل مجلس ششم هم نداریم، این مجلسی داریم که شما میبینی. و چهارم، این که اصلاح طلب ها اونایی که در سنگرهای فرماندهی بودن بسیارشون جنایت کردن در دهه اول انقلاب، مردم اینا رو قبول ندارن، لذا اصلاحات بی اصلاحات زمانش گذشته. مردم هم در دیماه 96 به روشنی گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، تموم شد، ماجرا تموم شد. پس جواب سوال اول روشنه که جواب منفی است. سوال دوم من این است که آیا نظام بدون اصلاح قابل تحمل است؟ مردم میتونن تحمل کنن؟ امروز ارزش پول ملی ما به 1/4000 سقوط کرد. 1/4000. خب امروز بخشی از مردم ما در گورها میخوان. امروز دادگستریمون از این نوع آرا صادر میکنه. امروز معاون قوه قضاییه اختلاس های چند هزار میلیاردی کرده. خب و قص علی حاضر، آیا قابل تحمل است؟ به نظر من این نظام با این بس قابل تحمل نیست. خب اگر اینم جواب منفی هست، یک نتیجه منطقی هست پشتش و اون این است که عبور از نظام. عبور از نظام چگونه؟ اینجاست که حالا سوال شما رو من باید پاسخ بدم. اولا این اجتناب ناپذیره، نمیخواد من عبور بدم. این نظام خودش به بنبست رسیده. من بارها گفتم که صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی رو شنیدم. به خامنه ای من سال 1395 نامه خصوصی محرمانه نوشتم، گفتم آقا بجنب، مملکتت و نظامت کلاهش پس معرکه است، ولی خب توجه نکرد، من چه بکنم؟ خب و این یه امر حتمیه. من عنوان اینجا میخوام به عنوان تحلیلگر بگم، بنده میدونی که دکترای اول من علوم سیاسی هست از دانشگاه سوربن، به عنوان استاد سیاست که یک ربع قرن من در دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی سیاست و روابط بین الملل تدریس کردم،
زندگیم و شغلم و عمرم همش سیاسی بوده. اینجا میخوام به عنوان سیاست شناس و تحلیلگر بگم و بگویم که این نظام قطعا محکوم به فروپاشی است. خب موقع فروپاشی میشه، آیا ما اجازه بدیم که کشور هم دچار فروپاشی بشه؟ ابدا. ما فرزندان کوروش کبیر هستیم. نه. چطور اجازه میدیم که کشور دچار فروپاشی بشه؟ اینجاست که برنامه داریم، اینجاست که دولت احتیاطی تشکیل خواهیم داد برای جلوگیری از خلأ قدرت، یعنی دولت در سایه، دولت در سایه، جلوگیری از هرج و مرج، جلوگیری از در واقع ناامنی. دلمون میخواد و اولویتمون اینه که این انتقال قدرت که حتمی و اجتناب ناپذیره از طریق مصالحه انجام بگیره. لذا من دو ساله، یکیشم تو تلویزیون خود شما اعلان کردم به آقای خامنه‌ای، گفتم آقا این مملکت که در حال فروپاشی، من یه طرح پنج مرحله‌ای دارم: یک، دولت و مجلس استعفا بده. دو، نظارت استصوابی حذف بشه. سه، انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی برگزار بشه. چهار، اون دولت و مجلسی که با اون انتخابات آزاد سر کار میاد طرح تغییر قانون اساسی رو ارائه بده، چون با این قانون اساسی که نمیشه مملکت داری کرد. پنج، این که از خود جناب عالی آقای خامنه ای تا پایین از ملت ایران عذرخواهی کنه، برید کنار. گفتم آقای خامنه ای خودت هم میدونی، من خطابم به جناب عالی هست، خودت هم میدونی که آخر خطی. بیا دو رای کردم بیشتر، یا مثل قذافی رهبر و کشور با هم متلاشی میشه، یا مانند مصر، یا ایران سال 57، یا تونس، رهبر میره کنار، کشور آسیب نمیبینه. ما البته که اجازه نمیدیم کشور آسیب ببینه، مگه ما بلکه چغندریم؟ شما بیا بالا غیرتی، این آخر پیری، این آخر کاری، از راه مصالحه قدرت رو واگذار کن. در این صورت ما هم تصمیم میدیم آینده شما رو، نه تنها آینده خودت رو، آینده سپاهیانمون، نظامیانمون، نیروی انتظامی، اطلاعاتی، سیاستمدارا، همشون رو، چون اینا بچه های خود ما هستن. اینا که از نمیدونم کره مریخ نیومدن، از ژاپن که نیومدن، بچه های خودمون هستن. اینا ایرانی هستن، منتها گیر افتادن بندگان خدا. بسیاری از سپاهیان ما در زندگی معمولی خودشون هم توش موندن، مستحصلن، انتقادهای خودشون از من بیشتر هست. خب اما ما باید یک نقشه راه برای آینده داشته باشیم، مردم ما بدونن که در آینده چه خواهد شد. حالا فرضش که ما حالی ما فرض میکنیم فروپاشی سیاسی انجام گرفته، بعد مملکت که تو خلأ نمیمونه که. خب همینجا نگرد دکتر، همینجا نگرد. درنگ کوتاهی میکنیم، یک ترانه گوش میدیم، برمیگردیم، بعد آقای دکتر شله‌صدری برامون بگه در اون مرحله فروپاشی چه خواهد شد. با درود دوباره استاد شجریان نازنین جاودان صدا جمز قشنگ بزنشه. خب آقای دکتر برگردیم به برنامه شما، به نقشه راه شما. چون گفتم قهرن این نظام ساقط میشه، به نظر من آقای خامنه ای آخرین رهبر جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی با آقای خامنه ای با هم جمع میشه. و اما در آینده چه خواهد شد؟ پیشبینی. اولا با توجه به تجربه شکست خورده حکومت دینی در 40 سال گذشته، نظام آینده قطعا یک نظام عرفی، سکولار و غیر دینی خواهد، یعنی نظامی که در اون هیچ دخالتی دین در دولت نخواهد کرد و دولت در دین. این دو نهاد مستقل از هم است. یک. دو، اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع جزء لاینفک نظام و قانون اساسی خواهد بود و همه تبعیض‌ها با اون اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضمائم منتفی میشه، برای که اونجا دیگه ملاک حقوق شهروندی است، نه دین و مذهب ملاکه،
نه قوم و قبیله ملاک هست، نه جنس که زن یا مرد باشه، نه زبان ملاک هست، خب نه سیاست یعنی گرایش های سیاسی. الان ما انواع و اقسام این تحریمات، این تبعیض ها داریم، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی، تبعیض سیاسی، تبعیض مذهبی. خب در اون نظام موقعی که شما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفتی، یک بهایی ممکن است بشه رئیس جمهور یا بشه وزیر خارجه باشه. یک بانوی کرد سنی به اندازه قاسم شهود سعدی شیعه دوازده امامی مرد دارای حقوق شهروندی است و یک شیعه به اندازه یک سنی، یک غیر مسلمان به اندازه یک مسلمان. اتفاقا مبنای در واقع شرعی هم داره، اگر اون پیامی که منتسب هست به امیر علی ابن ابی طالب، به مالک اشتر که گفت موقعی که در مصر میری مردم یا در دین مثل تو هستن یا در انسانیت، در واقع یعنی همین. حقوق شهروندی کار به دین نداره. بنابراین در راه سوم که بنده ابداع کردم، اینا رو هم تبیین کرده که اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضمائم جزء لاینفک نظام و قانون اساسی خواهد و به این ترتیب همه تبعیض‌ها منتفی میشه. و سوم این که ما یک گمگشته‌ای داریم 200 سال دنبالش میگردیم و اون اسمش مرحوم دموکراسی هست در ایران. مرحوم دموکراسی در ایران. خب در دموکراسی که نظام آینده حتما باید دموکراتیک باشه، قوه قضاییه سالم و مستقلی خواهد بود که اگر یک رأی صادر کرد، اعتماد ملی رو پشت خودش داشته باشه، اعتماد مردم رو داشته باشه. خب و دوم، پارلمان قوی برآمده از آراء رقابتی سالم، عادلانه و آزاد. یک پارلمانی که اگر رئیس جمهورش تخلف کرد رو درازش کنه و محاکمش کنه. یک قوه قضاییه که اگر رئیس جمهور دستور خلاف داد، یک قاضی ساده جلوش وایسته و دستورش لغو کنه، و اگر رئیس جمهورش تخلف کرد و مرتکب جرم شد، همون قاضی بتونه محاکمش کنه. سومین پایه دموکراسی، آزادی احزاب، بیان، انجمنها، اجتماعات و آزادی رسانه ها و بیان هست. چون اگر اون نباشه، انتخابات رقابتی معنی نداره. نه انتخاباتی که تحت کنترل نظارت استصوابی است و یک کسی مثل آقای احمد جنتی باید برای 85 میلیون انسان تصمیم گیری بکنه و دوستانش. نه، حاکمیت مال ملت هست و نهایتا از طریق این آزادی ها تأمین میشه. اون وقت مطبوعات و رسانه اگر آزاد باشه، این سرقت ها، این اختلاس ها انجام نمیگیره، برای که همه نظارت میکنن در عملکرد ها. رقابت احزاب وجود داره، احزاب هم دیگر رو کنترل میکنن. آزادی بیان از یک کس نمیترسن. و بالاخره چهارمین پایه دموکراسی هم این است که مقامات باید منتخب مردم برای مدت معین باشه، مادام العمر هم نخواهد. دکتر ببخشید، همینجا اجازه بدید برای که مطالب رو دقیق دنبال بکنیم و من دلم میخواد مردمی که میشنون در پایان این گفتگو براشون چند نکته روشن شده باشه. این آقایی که به نام دکتر قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده سابق، داشت صحبت میکرد و این اصولی رو که ازش داشت صحبت میکرد، پایبند بهش، اعتقاد داره، روش نشسته کار کرده، با دوستانش جلسه کردن، با هم برنامه ریختن به جهال. اینو میخوام ازت بپرسم. یک رژیمی الان سر کار، انواع و اقسام عوامل سرکوب هم در اختیارش،
150,000 تا سپاه داره، 300,000 تا بسیج داره، ماموران اطلاعات داره، 11 دستگاه اطلاعاتی داره. خب شما فکر کن اینا همیشه ساده میان میگن آفرین آقای دکتر شولسدی، چه آدم خوبی هستی، به من خامنه ای میگه بیا آرام برو کنار، عاقبت به خیری برای خود بود. فکر کنی به همین راحتی میرن؟ آقایی که برای فرزندش داره زمین فرش میکنه، آقای رئیسی رو میخواد بیاره بشه کاتالیزور، فکر کنی به همین راحتی مملکت میده دست شما؟ اینجا میخوام سوال کنم، من عاشق این طرحی که شما میدی، من آرزوم یه ایران دموکرات سکولار، اما چه قدرتی داریم که به این برسیم؟ خب من الان توضیح میدم. جمهوری اسلامی با چندین بحران مواجه هست که اینها بحران‌های زمان گذار هست، اجتناب ناپذیره. خب اولش بحران مشروعیته، همین الان یه رفراندوم بذارن 5% به زحمت اینا رای میاد. یعنی 95% مردم الان مخالف اینا هستن، اینا قدرت سابق رو که ندارن. بله میتونن یک رای علیه نوید افکاری صادر کنن، اعدامش کنن، میتونن شغل سعدی رو هم اعدام کنن یا ترور کنن یا ببرنش تو زندان فشاخویه، ولی اینا موردی هست. قدرت دیگه رژیم سابق که نداره، که حتی نیروهای سرکوبگرش هم سابق نه، اینقدر ریزش داره که اصلا خودشون به وحشت افتادن. بله اتفاقا ما داریم پیشنهاد میکنیم برای اینکه اونا رو هم میخوان نجات بدیم. ببینید حالا شما میگید سرکوبگر 150,000 سپاهی، اینا بسیارشون بچه‌ای هستن که خودشون معترضن، اینا برای زندگی مادی خودشون الان دچار مشکل هستن. نظامیان ما، ارتشیان ما که اصلا روزگارشون سیاه زمین بسته ها. بله خب بسیجی های ما که آقا از کره مریخ نیومدن، که بچه های خود ما هستن. خب بله اینا اتفاقا خیلی هاشون هم حتی حاضرن همکاری میکنن، اینجوری که نیست که شما فکر میکنید. بله و البته کار ساده نیست، من نمیخوام خیلی قضیه رو ساده جلوه بدم، نه، ولی ما هم مرد مبارزه هستیم، شوخی نداریم. ما اولویتمون این است که از طریق مسالمت جویانه باشه، ولی دفاع مشروع رو که ما خشونت نمیدونیم، که ما دلمون میخواد از طریق خشونت پرهیز این تحول رخ بده، اما دفاع مشروع یک حق قانونی، اخلاقی، شرعی، ملی و بین المللی است. حتی تو قانون عادیمون هم نوشته شده اگر نیروهای دولتی از حدود وظایفشون تجاوز کردن، شما حق دارید در مقابلشون مقاومت کنید و از خود دفاع مشروع بکنید. خب نظام نه، کار ساده نیست، کار سخته، ولی خداوند ما رو هم برای کارهای سخت آفریده. لااقل ما توی 30 سال گذشته نشون دادیم که خلاصه مرد کارهای سخت هستیم، و بنده آمادگیم رو به عنوان یک سرباز وطن اعلام کردم که مسئولیت میپذیرم، اما ملت باید این رو به من تکلیف بکنه. ملت ایران باید اگر در من پتانسیلی میبینه، ظرفیتی میبینه که میتوانم اداره بکنم، به من تکلیف بکنه، من اون وقت با صمیم قلب میپذیرم. و راه آینده هم نقشه راه هم من ارائه میدم. اون شیش شاخص رو گفتم، یعنی سکولاریسم، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی که خودش 4 شاخص جمعا میشه 6 تا. الان من یعنی 2-3 شاخص دیگه هم اضافه میکنم. ما باید برگردیم به هویت ملی و ایرانی خودمون. ما همکارتون رو معرفی میکنی؟ همکارتون رو معرفی میکنی؟ اجازه بدید که این رو در یک فرصت دیگر بود. خب نه نگفتم الان، گفتید جزء نقشه ای را بعدن همکارتون هم معرفی کنید. ببینید من همه چیم رو بوده، شما میدانید که من صریح ترین سیاستمدار کشور بودم تا این 30 چند سال گذشته. حتی من نامه که به آقای خامنه ای نوشتم، گفتم تو رهبر غیر قانونی هستی، سر بسته نبوده، سر گشاده بوده، هیچ چیز پنهانی من ندارم. هر چی میخواستم بگم تو مطبوعات، تو تلویزیون گفتم، از جمله تو تلویزیون خود شما. خب هیچ چیز پنهانی من ندارم. من نه یک قلم رانت این حکومت خوردم که ازش بترسم، و نه شخصیت ضعیفی داشتم که مثلا جرئت نکنم خودم معرفی بکنم.
ولی بنده در حقوق و سیاست تخصص و تجربه دارم. یک قلم کالا و رانت حکومتی تا کنون تو زندگیم نیامده. 30 و چند سال هست مستمرن از حقوق ملت دفاع کردم. بعد چند سالی هم مسئول دعاوی بین المللی ایران بودم. دیوان لاهه رو اداره کردم. دادگاه های بین المللی رو اداره کردم برای ایران و افتخار میکنم. هیچ وقت هم قاضی نبودم. همیشه وکیل بودم و مدافع حقوق ایران و حقوق ملت ایران. همیشه هم با خطر زندگی کردم. خب اینا هست. هم مردم میدانن. نیازی به گفتن من نیست. ولی من برنامه دارم. دیگران ندارم. برنامه من این است که برای 3 مرحله گذار و استقرار نظم جدید و تحکیم و استحکام بخشیدن به نظم جدید باید برنامه داشته باشم. من میدانم که یک رهبر سیاسی باید در 3 ساعت بین الملل ملت خودش که به خاطر اون میخواد مبارزه کنه و حکومتی که میخواد باش مبارزه کنه باید تحلیل داشته باشه. نقاط ضعف، نقاط قوت، ارزش‌ها، حساسیت‌ها، همه اینا رو باید بدونه. من میدانم که رهبران سیاسی باید 3 کارویژه مشخص داشته باشن. باید قدرت بسیجگری داشته باشن، ملتشون رو بسیج کنن. باید قدرت سازماندهی داشته باشن، بعد از بسیج کردن سازماندهی بکنه. و باید قدرت مدیریت داشته باشن تا با حداقل هزینه حداکثر دستاورد داشته باشه. نه که مردم رو بی جهت بیاره جلو تفنگ قرار بده. موقعی که یک حکومتی خودش ورشکسته اقتصادی و مالی هست، لازم نیست مردم تو خیابون بیان که کشته بشن. مردم میتونن تو خونه هاشون بشینن، بنزین نخرن، مالیات ندن، پول آب و برق و فلان اینا ندن. مگه آقای خمینی نگفته مجانی؟ خب بگن الان مجانیه. بسیار خوب. اتفاقا اون وقت حکومت که نمیتونه بیاد تو خونه مردم هم بکشه، تو خیابون بعد میتونه بکشه. میتونه بگه آقای نوید افکاری مثلا محارب هست چون اومده تو تظاهرات و که اعدام شد بده، بعد به 2 بار اعدام محکومش کنه. خب ولی آیا تو خونه مردم هم میتونه بیاد بکشه مردم رو؟ اینجوری که نیست که. ولی اون رهبر باید این درایت اقلا داشته باشه. و اگر کسانی هستن که این درایت ها رو دارن و بیشتر از من میرم زیر فرمان اونها. بیان بسم الله، بیان جلو. دکتر شعله سعدی، وقت زیادی نداریم، میخوام این سوالم ازتون بکنم. شما اصلا به عامل خارجی اشاره نکرد، تمام مسائل رو در چارچوب عوامل داخلی گفت. حالا اولا تا چه حد عامل خارجی رو تا چه حد مؤثر میدونید و اگر این کارهای جنون بازیای رژیم که الان سفیر آمریکا تو آفریقای جنوبی میخواد بکشن یا تو لبنان، کار رو به مجادله بکشه در پرتو اینی که الان داریم میبینیم اسرائیل داره صلح میکنه با عرب ها، در اون صورت اون وقت شما چه موضعی داری، چی کار باید بکنی؟ خب ببینید، من اولا شما میدانید که یک ربع قبل روابط بین الملل در بالاترین دوره آموزشی دانشگاه تهران تدریس کردم، یعنی دوره دکترا. بنده استاد روابط بین الملل بودم در دوره دکترای دانشگاه تهران، از اینکه دیگه بالاتر نیست. بنابراین من با پیچ و خمهای روابط بین الملل اشراف دارم. دومی که من موقع میگم که یک رهبر سیاسی باید صاحب تحلیل در 3 سطح بین الملل، ملت خودش و دولت خودش باشه، موقعی که میگم باید صاحب تحلیل باشه، یعنی میفهمم که نقش قدرت های خارجی چقدر هست. من میدانم که رادیو بی بی سی نقش عمده داشته در پیروزی آقای خمینی. من میدانم که نمیتوان یک دولت قلدر و مقتدر مثل روسیه که در شمال ایران جا داره و همسایه ما هست رو نادیده بگیرم. میدانم که حتی چین رو نباید نادیده بگیرم. اینا رو من میدانم، من متخصص کار هستم و بنابراین میدانم که اینها باید در کنار هم دیده بشوند تا کار به نتیجه برسه. انقلاب ایران هم در کنفرانس گوادلوب کلید خورد. در کنفرانس گوادلوب مرکب از 4 کشور غربی، یعنی امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، اونها اعلام کردند که از شاه حمایت نخواهند کرد،
که بلافاصله بعدش شورای فرماندهی ارتش اعلان کرد که در منازعات داخلی بی‌طرف است و فرداش هم انقلاب پیروز شد. به همین دلیلی که من معتقدم که دولت انگلیس و امریکا به ملت ایران بدهی تاریخی داره به دو دلیل. یک دلیلش کودتای 28 مرداده که دولت ملی ما رو ساقط کردن، دولت دکتر مصدق، و دومین دلیلش موضع گیریشون در کنفرانس گوادلوپ بوده که در واقع پیروزی آقای خمینی رو تضمین کردند. به ملت ایران بدهی تاریخی داره امریکا و انگلیس و باید با حمایت از مبارزات ملت ایران بدهی تاریخیش رو تصفیه بکنه. شکی نیست که من نقش خارجی رو هم بهتر از دیگران میدانم، ولی اونا هم میدانم که منتظرن ببینن تو کشور چه کسی میتواند این پرچم رو به دوش بگیره. و لذا به نظرم همه چی باید مورد توجه قرار بگیره و رهبران سیاسی حتما باید دو ویژگی داشته باشن که بتوانن این پرچم رو به دست بگیرن. اول قابلیت. قابلیت یک امر ذاتی هست، نیازی به آموزش و کسب و اینا نداره. من بارها این مثال رو زدم که توی یک کوچه ممکنه 25 بچه از 7 سال تا 13 سال بازی کنن، ولی یه بچه 9 ساله همه رو مدیریت میکنه بدون اینکه دوره ای دیده باشه. حتی اون 13 ساله رو هم همون بچه 9 ساله مدیریت میکنه. یک امر ذاتی است. و دوم اعتبار هست. اعتبار یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه شرایط سلبی و یک سری شرایط ایجابی رو هم دیگه میشه اعتبار. خب موقع اینا رو با هم داشتید، وقت ممکنه بشید شعله سعدی، ممکنه بشید نلسون ماندلا. خب اول اینکه رانت نخورده باشه، خوشتخصی زیادی برای حکام نکرده باشه، سرکوب نکرده باشه، دادستان و بازجو نبوده باشه و لذا دستان پاک پاک باید داشته باشه. و دوم اینکه یک سری شرایط ایجابی مثل تخصص، تخصص‌های حکومتی مثل اقتصاد، مثل حقوق، مثل سیاست، مثل مدیریت. دوم شغل. بنده شوفر تاکسی بودم، کشاورز هم هستم، ولی نفوذ کلام من به عنوان استاد دانشگاه بیشتر هست، به ویژه موقعی که میشم استاد اخراجی دانشگاه تهران. 28 سال تدریس کردم، دوره دکترا تدریس کردم، بعد از 28 سال اخراجم کردن، حتی بازنشستم هم نکردم. خب شغل. و اینکه برنامه چی هست، اینکه چه هزینه حاضری بدی، چه شجاعتی از خودت بروز داده ای، چه تحلیلی داری، چقدر مردم میشناسنت، چه مدتی مبارزه کردی برای مردم، اینا هم ایجابی هاشه. جمع که شد میشه یک فرد معتبر. و اون وقت موقع معتبر بود فراخوان بده بگه مردم برای هفتم آبان جمع بشید بریم به پیشگاه کوروش بزرگ، این اولین مبدع حقوق بشر در تاریخ، بریم ادای احترام کنیم. وقت میان، وقت میانیم میلیونی مردم میان. خب اعتباره باید ما به آخر صحبت میرسیم. من خیلی خوشحالم این صحبت با شما داشتم و ادامش هم خواهیم داد. به عنوان آخرین سوال، آقای دکتر شعله سعدی در این حرکتی که کرده داره میکنه، تا چه حد معتقد به همکاری و همدلی و اتفاق نظر با گروه های اپوزیسیون، چه در داخل چه در خارج کشور، و در این زمینه تا کجا؟ البته من میدونم خودم، ولی دلم میخواد خودتون بیان. ببین من دست تک تکشون رو میفشارم از همینجا و منتظر هستم که فرماندهان بیان، جنرال ها بیان فرماندهی کنن، ولی تا حالا کسی نیومده. بنده هم که خودم رو یک سرباز ساده میدانم، انقدر درایت دارم که بدانم اگر یک سربازی فرمانده نداشت، خودش فرمانده خودش هم میشه.
لذا من دارم کار خودم میکنم، مال حالا هم نیست. بنده 30 سال 34 سال دارم مبارزه میکنم به ندای حافظ بزرگ که گفته است شهر خالی است ز عشاق بود کس طرفی، مرزی از خیش برون آید کاری بکند. کاری بکند و بارها گفتم آماده. ممنونم. همون مردی هستم که تو انتظارش رو داری. درود بر شما. ممنونم. به پایان این گفتگو رسیدیم، ولی آقای دکتر شهلسعدی همیشه دوست نازنین و عزیز بوده، باز هم در خدمتش خواهیم بود. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق آقای دکتر قاسم شهلسعدی، حقوقدان مبارز، نمیخوام بگم تحلیلگر، استاد دانشگاه، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم و بار دیگر بر دست های مادر نوید بوسه می سپارم.